اینجا شهر روستوف آندان در جنوب روسیه است. شهری که ویکتور یانکوویچ رئیس جمهوری فراری اوکراین برای اولین بار پس از ترک کشورش در آنجا با خبرنگاران گفتگو کرد. یانکوویچ امروز سهشنبه نیز گفت خود را هنوز رئیس جمهوری مشروع و فرمانده کل قوای اوکراین میداند به زودی به کیف باز خواهد گشت و خطاب به ارتش آن کشور گفت از دستورهای دولت کنونی سرپیچی کند. زایولایو شتو ویبری پریزیدنتا کاتوره ابیابلنه اعلام می کنم انتخابات ریاست جمهوری 25 ماه مه کاملا نامشروع و غیرقانونی است. انتخابات توسط افرادی اعلام شده که خود از طریق یک کودتا قدرت را به دست گرفتند. یانوکاویچ گفت دولت حاصل از نتیجه انتخابات نیز مشروعیت نخواهد داشت. یانوکوویچ مقامات فعلی را مسئول تصمیم کریمه به جدایی از اوکراین دانست. او گفت میخواهد از مراجع آمریکایی بخواهد در تصمیم کمک یک میلیارد دلاری خود به دولت کنونی تجدید نظر کند زیرا طبق قانون آمریکا اعطای کمک به دولتی که با کودتا بر سر کار آمده ممنوع است یانوکوویچ که چند روزی پیش از فرار به روسیه ناپدید شده بود توسط پارلمان آن کشور شد و از نظر واشنگتن یانوکوویچ مشروعیت ندارد و بحران اوکراین با روسیه بر سر کریمه باید بین آن دو کشور حل شود نیروها باید به پایگاه های خود بازگردند و روسیه هم با دولت اوکراین و با شرکت جامعه بین‌المللی به مذاکره بنشیند. بنا به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز جان کری جهت گفتگو میان مسکو و کیف پیشنهادهایی به کرملین داده و در انتظار پاسخ است. روز دوشنبه سرگی لاوروف همتای روس او پیشنهادهای کری را بسیار ناهمسو با دیدگاه روسیه خواند. بنا به گفته وزیر امور خارجه فرانسه کشورهای اروپایی نیز در آن پیشنهاد دخیل هستند و اگر پاسخ مثبت باشد جان کری به مسکو خواهد رفت در غیر آن صورت تحریم در انتظار روسیه خواهد بود لوران فابیوس گفت رأی به الحاق کریمه به روسیه نیز از نظر اروپا پذیرفته نخواهد شد. امروز در پایتخت استونی وزیر امور خارجه آلمان تاکید کرد که مسکو تا یک شنبه فرصت دارد موضع و عمل خود را تغییر دهد. آریان صدای آمریکا